محصلین عزیز، السلام علیکم. لکچر 16 است. در لکچر 16 ما میخواییم که خواص انتگرال معینه برای شما به معرفی بگیرم. خواص انتگرال معین، یکی از خاصیت های انتگرال معین ای است که اگر ما داشته باشیم انتگرال fx dx از a تا و b، اگر جای a و b را تغییر بدیم یک منفی علاوه میشه، یعنی b به جای a به جای b، از b و تا a fx dx یک خاصیت شمیست. خاصیت دیگه انتگرال معین ایست که اگر ما یک انتگرال fx dx داشته باشیم از a تا به a dx مساوی میشه به صفر، و همچنان اگر داشته باشیم انتیگرال از a تا به b fx dx در صورتی که در بین a و b یک عدد c موجود باشه، به این شکل که اگر اینجا a باشه، اینجا b باشه در محور x و اینجا c باشه، پس ما میتونیم که این انتگرال را به دو انتگرال تجزیه کنیم، انتگرال از a تا به c از امی fx dx جمع انتگرال از c تا به b از امی انتگرال fx dx. به این شکل میتونیم که انتگرال به دو انتگرال تجزیه کنیم. و خاصیت چهارمشان امی است که اگر داشته باشیم انتگرال از a تا به b و دارای انتگرال معین، یعنی a fx جمع b gx، دو تا تابع fx gx باشه، در حالت جمع دو دانه تابع دارای ضرایب هم باشند، a و b اعداد ثابت هستند، در این صورت ما میتونیم ای را خارج انتگرال بگیریم، بی را خارج انتگرال بگیریم و ای را مثل انتگرال غیر معین به دو انتگرال تجزیه کنیم، یعنی ای انتگرال از ای تا به بی اف اکس دی اکس جمع بی خارج انتگرال انتگرال جی اکس دی اکس از ای تا به بی. اگر این منفی هم باشه، با در منفی هم این شکل میتونه به دو انتگرال تجزیه شوه. به همین قسم خواص دیگه ای چی است که من نوشته میکنم، خواص پنجمش خاصیت پنجم، اگر دو تابع fx، یک تابع fx کوچک از تابع فی x باشه در انتروال ab، باز در این صورت انتیگرال از a تا به b امی fx کوچک است از انتیگرال از a تا به b از فی x dx. یعنی به این که اگر دو تابع داشته باشیم در انتروال ای بی یک شدگیش که در کوچک باشه، انتیگرال هایشان از ای تا به بی نیست، یکی از دیگر کوچک هستند. ششم، در ششم اگر ما داشته باشیم یک تابع اف اکس مثبت باشه در انتروال ای بی، فرض میکنیم که منفی نباشه، با در این صورت نی انتیگرال از a تا به b امی fx dx نیز مثبت است، این هم مثبت است. هفتمی چیز که اگر ما یک تابع داشته باشیم fx کوچک از m بزرگ از m، با در این صورت انتیگرالش که عبارت از امی انتیگرال fx dx است
از ای تا به بی ای کوچک است از ام ضرب بی منفی ای و بزرگ است از ام خرد ضرب بی منفی. یعنی در حقیقت امو قضی وسطی را بیان میکنه که اگر یک انتیگرال محدود باشد، ببخشید یک تابع محدود باشد، در او صورت انتیگرالش نیز محدود است، بین دو قیمت قرار گرفته میتونه. از جانب دیگه خاصیت هشتمش، آخرین خاصیتش ای است که ما یک تابع fx داشته باشیم و ای در انتروال ab داده شده باشد و یک عدد c شامل ab باشد یعنی حد اقل یک عدد سی شامل ای بی موجود شده میتونه که انتیگرال از ای تا به بی اف اکس دی اکس مساوی باشد با اف سی ضرب در چی؟ ضرب در بی منفی ای. این حالت دارا بوده میتونه و این خواص انتیگرال است. اینا رو دانه دانه شما یک بار تمرین کنید که واسه ما با استفاده از سوالای شما رو حل کنیم. خب تشکر، لکچر 16 ابدر را تعقیب کنید.